بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز جمعه 27 ماه جولای سال 2018 میلادی است و شما برای من بنویسید از اون طرف که چندم مرداد هست و هوا در واشنگتن بعد از چند روز باران و سیل و بیان واقعا ببینید این آمریکا که خودش رو پیشرفته ترین کشور دنیا میدونه، دو روز که بارون میاد چه افتضاحاتی درست میشه و بارون رو نمیتونن، آب رو نمیتونن مهار کنن و اینها، و خلاصه محشر کبرا یا محشر خر میشه. حالا چرا محشر خر میگن من نمیدونم، محشر کبرا مثل که برای اون روز قیامت هست و اینها، ولی محشر خر نمیدونم. این بیچاره خر همه جا اسمش استفاده میشه، هیچ حق امتیازم بهش پرداخت نمیشه. بذارید من این 27 و اینفو و مردم تیوی رو براتون را بندازم که شما ببینیم. بله این هست و این یکی، ایمیل info@mardomtv.com و وبسایتمون هم هست mardomtv.com. این هم از این ماجرا. امروز ویدیو نذاشتم، حواسم به نور و تصویر و اینها نباشه، بیشتر این چیزها رو که اینجا نگه داشتیم بگیم تموم کنیم و آخر هفته بریم که یک آخر هفته خوب و شاد داشته باشیم. شما هم هر جا هستید سلامت باشید، اگه اهل مشروب هستید کم بخورین تا اونجایی که شنگول میشین. من که الحمدلله نخورده مستم و بعضیا همینجوری فکر میکنن مستم، میگیم نه بابا ما نخورده مستیم. پنجم مرداد، آقای غلام حسین مصباح از کجا هستی؟ آفریقا، نایروبی، کجایی؟ از اونجا خیلی ممنون. امروز پنجم مرداد هست دوستان. این مرداد و بعضی هم امرداد میگن و حالا شروع شده، یکی میگه سیوم تیر روز قیام ملی، یکی حالا میگه نمیدونم 28 مرداد، 25 مرداد. خفمون کردن، گذشته رو رها کن، فکری به حال ما کن، فردا بگو چه کار کنیم. خب بیان بریم روی ایمیل جیمیل و اینجا بنویسیم که ما رو قبول کن، والا بلا خودمونیم. خیلی جالبه وقتی خودمون میخوام ساین این کنیم با 100,000 تا آدرس و اسم عمه و خاله و همه مرده ها رو زنده کنیم، ولی اینو این ورون ور شیادا میان اکانت هامون رو برمیدارن، بانک ها رو برمیدارن، هیچ کس هم نمیتونه جلوشون رو بگیره. و اما دوستمون از خلیج فارس نوشته بود که من به شدت با اون چیزی که شما گفتی درباره اینجوری صحبت نکنیم و اونجوری که مردم صحبت میکنن مخالفم و من دارم تلاش میکنم. این دوستونم مثل اون دوستایی که میگن ما با درود گفتن و با فرتور گفتن و به جای انشالله بگیم امیدوار گفتن مشکلاتمون حل میشه، خب موفق باشید، ولی من فکر میکنم برای این کار باید یه سازمانی باشه، یه چیزی باشه جزء حالا آموزش عالی هم نه، جزء اقلا اداره آموزش و پرورش اساتید زبان فارسی بشینن اونجا و اگر قرار از خاکی به سرمون کنن این خاکی باشه که الک شده باشه، همه آشغالی تو این خاک نباشه، یه دفعه فردا کاهو و نمیدونم گیاهای دیگه از کلمون بیرون نیاد. من نمیدونم این ماجرای خاک به سر کردنم چی میاد، فکر کنم از اونجایی بوده که وقتی یکی میمرده میبردنش سر خاک، یعنی فامیلش میومدن سر خاک، اونجا اینها دست میزدن این گلا رو به اصطلاح دنبال عزیزشون و این گلا رو بر سر میریختن، شده خاکی به سر کنم، چگونه خاکی به سر کنم. این شعرم قدیما بلد بودم الان یادم رفت، خاکم به سر نگفته، ولی هرچی شعر بلد نباشیم بهتره، بتونیم آسون با هم دیگه صحبت کنیم. خب بذارید یک پیامی رو آقای حسن فیروزی برای من فرستاده از کالیفرنیا، منم برای ایشون تکست فرستادم، امیدوارم در ماه سپتامبر باز هم تشریف بیارن واشنگتن و مهمان ما باشن. آقای حسن فیروزی تنها بهایی شجاعی هست که گفت من افتخار میکنم شجاعانه بگم بله آقای ارشاد درست میگه و ماها دنبال حکومت جهانی هستیم، ماها اسلحه نگه میداریم که به روز مبادا استفاده کنیم و یه سری از این چیایی که دوستان بهایی میگن
ایشون گفت اصلا بیخیال و درست نیست. دوستان فقط برای که بفهمین تو آمریکا چه خبره، الان با وجودی که گفت که سالی 23,000 نفر خودکشی میکنن به وسیله اسلحه و بیشترشون هم سفید پوست هستن، که الان میخوان خاکم به سر زغصه به سر خاک اگر کنم. بله مصطفی رهبر، ممنونم. اون فامیل رهبرای شیراز نیستین که گاراژ رهبر رو داشتن و نمایندگی رهبر و اینها. در هر صورت امیدواریم رهبر باشی، راهبر باشی، زندگی تو بدونی چی کار کنی. خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم، یه خاک دیگه پیدا کن به سر کن. چرا خاک به سر کنی؟ بگرد گل و نمیدونم چیزای زیبا و قشنگ و اینها. این همه مشکل ما همینه که همش دنبال خاک. اوه داشتم کتاب نبرد من مال این آقای هیتلر رو همیشه شنیده بودم راجع بهش، بعد هیچ وقت نخوندم، گفتم شاید وقت اگه بخونم چیز میشه. حالا که دیگه تنبلم شدیم و این کتابای گویا اومده خیلی خوب، اتفاقا براتون نشون میدم، یه شرکتی هست در ایران به نام نوار و از اونام دعوت کردم بیان اینجا برای شما صحبت کنن، کار ما رو خیلی راحت کرده. چون من معمولا روزا چند ساعت رانندگی میکنم، این کتاب گویای نبرد من هیتلر، نبرد من رو گرفتم، حدود 30 چپتر یا 30 فصله، یکیش البته مقدمه است، یکیش نظر مترجم و اینها هست. بعد که شروع میکنه میبینی که آقا واقعا چه نابغه‌ای بوده این هیتلر و چه بدبختیای کشیده، و توی اون توضیح میده که بابا میهن پرستی ارسی و اینها به درد نمیخوره، یا وطن پرستی، خلاصه دو سه نوع اینا رو تقسیم میکنه، میگه همینجوری مثلا مثل مسلمان ما هست، چون مسلمان زایده شدیم مسلمان هستیم، هممونم مسلمونیمون به درد عممون میخوره. حالا خود مسلمان اصلی چیه؟ دست نماز میگیره با یه بادی باطل میشه که دیگه ما مسلمان قلابی هم هستیم. این هیتلر قشنگ صحبت میکنه، میگه که آقای افراخته از آلمان میگه که این مرتیکه گوه شاه اللهی علیرضا میبودی در تلویزیون پارس مثل مگس دور جسد متعفن شاه جنایتکار سرنگون شده فراری مرده در قاهره یا مشت شاه اللهی بدبخت از خودش چنان گلو پاره و روی مقبره ویز ویز میکرد که انگاری امروز بزرگترین روز زندگی ننگین اوست. ای داد بر ما که ایران اینان اپوزیسیون رژیم جهل و جنایت شیعه هستن که در واقع باعث چسبیدن امتهای خر بیشتر به سید علی گدا هستن. آقای افراخته، دوست نازنین، شما ببین این آقای میبودی زندگیش از موقعی که جوان بوده که بعد حالا یک کمی ذوق شعر داره، یک کمی حالت گویندگی داره، بعد گویا با اشرف رابطه ای داشته، بعد ساعت بهش میدادن و چی میدادن اینها. شما خودت رو بذار جای اون. اینا اولا اپوزیسیون چی آقا؟ اینا اپوزیسیون اگه بخوان یه روزی حمله کنن باید با منقل و وافور بلندشن بیان. این حرفا چیه؟ یه بنده خدایی یه مدتی نمیدونم این ور اون ور، حالا یه حقوقی به خاطر بازنشستگی و پیر شدن از آمریکا میگیرن، یه حقوقی از تلویزیون پارس میگیره، از اون آقای حسن دایی مجاهدا یه پولی بگیره، آقای شجره داره این اون. و بعد یادتون باشه آقای افراخته، شما که بیننده برنامه من هستی، خب یه بار لطف کردی حمایت کردی، ولی شاه اللهی ها پولای 7 دلار تومانی آوردن خرج میکنن، اونا خرج میکنن. اگه آقای میبودی حتی شاه اللهی نباشه مجبوره بگه هستم که اموراتش بگذره. حالا 5 مرداد 4 مرداد یه روز این مرده یه روز اون دنیا اومده و خاک بر سر ملتی که 30 میلیون جمعیت توش بوده و این احمقا میگن همون فقط یه نفر. خب این بت پرستی یعنی چی؟ در صورت خیلی وقت تو به اینا نذار، اینا رو اپوزیسیون نگو اینها، ولی بیاین داشتیم بر رابطه با خودکشی و اینا میگفتیم که الان میخوان اینایی که اسلحه میفروشن یک کلاس هم براشون بذارن، کسی که میخواد اسلحه بخره یکم بهش یاد بدن که آقا این اسلحه رو برای خودکشی و اینها استفاده نکن، اینو نگه دار برای شکار، اینو نگه دار اگر کسی حمله کرد به خونت و الی آخر.
میگه سالی 23 هزار نفر خودشون با اسلحه خودشون رو میکشن. ویلکام تو امریکا، به این امریکا غرب وحشی وحشی خوش آمدید. اینجا تو خیابون اگه یه ماشین میپیچه جلوتون، شما مرام سعدی رو دنبال کنید، برو پسر از من نخورده باشی، چون اگر بوق زدی، اگه انگشت نشون داد، شما فریاد زدی، رود ریج شد، رفتی پیچیدی جلوش، او پیچید جلوت، اسلحه در میاره، تقی شوتت میکنه. یادت باش شوت بیشی بهتره یا 2 دقیقه دیرتر برسی به خونه، یا یه ترمز محکم بزنی بذاری اون احمق بره. دارم اینو بهتون میگم، هر روز برای من میاد که آقا این اسلحه فلان امروز ارزون شده، این تیر ناحق امروز ارزون شده. نگاه کنید الان تیر، فشنگ شما میگین، تیر میگیم، اینجا بولت میگن. ببینید میگه که 50 تاش 3 دلار. باورتون میشه 50 تا تیر؟ اینم مال شرکت وینچستر. میدونید وینچستر یکی از شرکت‌های اسلحه سازی خوب آمریکا هست و اینها. 50 تا تیر به شما میده 3 دلار. اون البته هدفش اینه که شما این تیرها رو که شلیک میکنی، 7 تیره یا اون اسلحه کهنه بشه، بیای بری یه اسلحه جدید بخری. اسلحه چنه؟ نگاه کن نوشته 139 دلار، 140 دلار، 140 دلار. کفش میخوای بخری 200 دلاره. اسلحه رایفل تفنگ 140 دلار. البته خب این اسلحه سمی آتوماتیک که میبینید تقریبا قیافش مثل جسه ایرانه و اینجا ببین نوشته MSR-15. این بیشترین اسلحه ایه که تو این شوتینگای مدارس اش استفاده میشه، 1123 دلار. من داشتم کارگرایی داشتم، رانندهایی داشتم، دوستانی که گفته من دارم پولمو جمع میکنم که میخوام فلان اسلحه رو بخرم. میگم تو که فلان اسلحه رو داری؟ میگه بله، میخوام کلکسیونم به اصطلاح کامل بشه. اینم آمریکا. دوستان مواظب باشید، مخصوصا در روزهای ویکند که ببینید آمریکایی‌ها یه عده‌شون مستن، یه عده‌شون حواسشون توی تکس، یه عده‌شون نگرانی دارن که الان خونه‌شون رو از دست میدن. همین امروز داشت راجع به این میگفت که این ترامپ که اینقدر این میگه وضع اقتصاد خوبه و اینها، یک نگاهی بندازید به سال 2005-2006، همین اعداد و ارقام اون موقع تکرار میشد. اینی که مردم پول خوب در میارن ولی کم پسنداز میکنن، نگران فردا نیستن، فردایی رو در انتظارشون باید باشید که میشه اون ریسیشن. ریسیشن یعنی رکود. و سال 2008 اگه یادتون باشه، زمان جورج بوش پسر، اون یکی نادان که انقدر این ترامپ شالاتان و نادانه که ما میگیم بابا صد رحمت به تو. آقای حسن خزائی دوست و همشهری عزیز من دیروز یک ویدیویی رو فرستاده بود که عکسای زیبای آقای اوباما رو با همسرش نشون میداد و نوشته بود آیا شما دلتون تنگ نشده برای اوباما؟ گفتم نه آقا، به قبر پدرش. درست این ماجرای ایران که به خاطر شاه بعد گرفتار آخوندا شدیم، ما به خاطر اوباما گرفتار این مردک شالاتان ترامپ شدیم. بعد میگم آقا دوست عزیز حسن، آقا شما اگه امروز مریضی میری دکتر، دکتر که میدونه امروز مریضی زور چیزی نخوردی، بهت میگه دیروز چی خوردی. شیرازی هم هست دکتره، به جای چی خوردی میگه چی خوردی. شما میگی من رفتم فلان رستوران، رفتم فلان جا خوراک خوردم، میگه دیگه نرو، این گوشت مسموم بهت داده. شاه گوشت مسموم داد به مردم، نتیجه شد اسهال امروز. حالا یه سری اسهال طرب داریم، یه سری تندرو داریم، یه سری آخوند داریم و علاوه. بله میگه که شاید از میبودی پوفیوزتر هم باشه ولی من ندیدم. این آقای رهبر میگه، میگه که میبودی به پالان ترامپ و پمپ. ببین اینا هر کی بیاد بهش آویزون میشن چون میترسن عزیز من. اینا ترس تو وجودشونه، اینا همیشه هر کسی یعنی الاغم بیارن بشونن روی تختی، اینا میگن آفرین الاغ، تعظیم میکنن الاغ و الی آخر. اینا اینجوری هست.
حالا این بدبخت سعید سکویی بود، یه دیوونه تو اینا بود، به این آقای اوباما میگفت چی ملا حسین اوباما و اینا، اون یه کمی بیکله بود و نظرش رو میتونست بگه، و الا باقی اینها نون رو به نرخ روز میخورن. اینا آقا پرچمن، پرچم هر بادی از هر جایی بیاد اینا به اون طرف میرن، اگر این باد حتی حاصل خوردن یک دیزی باشه و باد از مثلا ماتحت ترامپ آمده باشه بیرون یا از ماتحت رضا پهلوی آمده باشه بیرون، اینا با اون باد میرن این ور اون ور. اینا یک ستون مقاوم نیستن، یه درخت پربار نیستن. وقتتون رو برای اینا تلف نکنید و اگه رفتین وقتتون رو تلف کردید دیگه نیان شکایت کنید. دوست من پتیت به من تذکر داد، گفت شما تا حالا چند بار تو برنامه ها گفتی خب اگر نمیخواین نگاه نکنید، برید یه جای دیگه. گفتم بذارید من منظورم رو بهتر بگم. ببینید شما دنبال برنامه مثلا داکیومنتری میگن چی؟ مستند، مستند تاریخ میگردی. اگه آمدی اینجا دیدی سربی و فرخ نشستن راجع به موزیک و حسن شجاعی و ایرج مهدیان صحبت میکنن، شما میری یه کانال دیگه ای که یه نفر نشسته راجع به تاریخ صحبت میکنه. بدبختی ما اینه که طرف میاد، دوست خوبمون خانم لیلا خانم میاد میگه چرا امروز راجع به ایرج مهدیان صحبت میکنی؟ میگیم خب راجع به کی صحبت کنی؟ نمیدونه، فقط میگه راجع به این صحبت نکن، راجع به اون صحبت نکن. معروفه، میگن ما ایرانی ها میدونیم چی نمیخوایم، نمیدونیم چی میخوایم. اشکالمون اینه. من به اونا هستم پتیک عزیز، میگم آقا خانم سرور بانو کد بانو مشتی آسید آسید آقا، آمدی اینجا دیدی بابا شما امروز میخوای بری عطر بخری، اومدی اینجا این مغازه سیگار میفروشه، به سیگاریه نگو تو چرا عطر نمیفروشی، مگر اون ورتر دو تا شاپینگ سنتر پایینتر عطرتو بخر برای زنت هم کادو ببر. ما بحثمون این بوده، حالا اگه نتونستم درست بگم، یعنی آخرش هم خدایی برمیگرده به همون. خب اگه نمیخوای نگاه نکن، شما میای که نگاه کنی که راضی باشی، خب اگه راضی نیستی نگاه نکن. شما که نمیتونی منو عوض کنی، منی که 20 ساله دارم فریاد میزنم نظرمو میگم، به خاطر نظرم هم دارم ضرر میدم. یه آقایی به نام کوروش هخامنش، اسمش قلابی، عکسش قلابی، ذاتش قلابی، باباش قلابی، ننش با چند نفر خوابیده، هر وقتم گفته بابام کی بوده، گفته بابا اینها نگاه کن این عکس شاه میبینی گذاشتم تو تاخچه، این باباته، این پدر وطنه. نگفته که من در به در بودم همه جا رفتم ولگردی نمیدونم تو بچه کی هستی. آمده به من میگه چون با نیاگ میگم آخه پوفیوز، اینه اون کشوری که شما میخواید بسازید؟ هر کسی با شما مخالفه یا با شما موافق نیست اون مزدوره، اون خائنه. خب خاک بر سرتون، چه فرقی با آخوندا دارین؟ چه فرقی با حزب اللهیه دارین؟ اقلا این حزب اللهی آخوند بعد از 40 سال یاد گرفته که نمیتونه همه رو مثل خودش کنه، دیگه خفه شدن مردم هم دیگه. ببینید یکی با فیسبوک میاد حرف میزنه، یکی با اون. حالا تازه شماها که هر کدومتون به یه شکل و شمایلی از مملکت در رفتید آمدید بیرون، حالا اینجا توی فیسبوک و توی سوشال میدیا، این به اصطلاح صفحه های اجتماعی و اینها، دیکتاتور بازی در میارین. اینم این. و اما آقای هوشنگ آریانپور یک مقاله‌ای فرستادن که چگونه دیکتاتور به وجود میاد. داشتم راجع به اون کتاب هیتلر صحبت میکردم، حتما این کتاب رو یا نوشته انگلیسی، آلمانی یا ترجمه فارسی یا کتاب گویاشو از شرکت نوار از ایران بخرید. دوستانی هستن اونجا، امید و آقای حالا بعد اسم و فامیلشون اینا نگاه میکنم، کاراشون خیلی قشنگه، خیلی زحمت میکشن که بتونن چند نفر رو بیارن بشینن توی استدیویی که یک کتابی رو از اول تا آخر برای من و شما بخونن. ولی وقتی عادت کنین به این کتابای اینجوری راحت میشی. من صبح دارم میرم کتاب گوش میدم، عصر دارم میام کتاب گوش میدم و خیلی راحت و خوب. در هر صورت این آقای هیتلر توضیح میده که اصرار پدرش که بهش میگفت برو کارمند
دولت باشه و اصرار این که رفته بود یکم این تاریخ خونده بود، فهمیده بود که آقا نمیدونم این اتریش آلمان و اون مارک نمیدونم فلان و اینها چه کسافتای هستن، اونایی که در صدر هستن حاضرن همه مملکت رو به باد بدن، مثل کیا؟ مثل آخوندا، مثل کیا؟ مثل شاه، مثل کیا؟ مثل ترامپ و خانوادش، همه مملکت رو به باد بدن ولی منافع خودشون رو از دست ندن. این شد که هیتلر به وجود آمد. البته هیتلر مشکل داشت، بله، کسی که میخواسته نقاش بشه نیذاشتن، کسی که میخواسته کشیش بشه نتونسته. بعد میاد یه عده رو پیدا میکنه، اون عده جذب و جلبش میشن و دیدیدم که خیلی هم به اصطلاح آزادانه انتخاب شد، یعنی در یک حکومت دموکرات یه دفعه یه دیکتاتوری متولد شد که به وجود اومد که دنیا رو میخواست به خاک و خون بکشه و کشید، دنیا رو به خاک و خون کشید. حالا ما باقی موندهش هستیم. در صورت این کسی که سخنگوی کاخ سفید بود، آقای شان سپایسر، که دروغای خیلی بزرگ میگو، مثلا گفت بزرگترین جمعیت آمده بودن برای قسم خوردن این ترامپ شارلاتان، بعد چمنها رو نشون میدادن خالی، مقایسه میکردن خالی. این دیگه از بس دروغ گفت مجبور شدن کردنش بیرون یا خودش استعفا داد رفت. آمده و یک کتابی نوشته، اینجا رسمی کتاب که مینویسن، دیدم ایرانی هم این کارو میکنن، میرن تو کتابخونه های مختلف یا تو مهمونی های مختلف، اونجا بوک ساینینگ یا امضا کردن کتاب، اونجا که بوده تو نیویورک به این شلوغی گویا کسی نبوده و یک نفرم داد میزنه میگه یک نگاه کن به دوربرت، مردم دیگه حاضر نیستن بیان اینجا دروغای تو رو گوش کنن، اون موقع مجبور بودن و تو یک آشغال پسفطرت هستی، که اونم میگیرن مرده رو از اونجا میفرسن بیرون. آقای نوروزی، اون دوستمون قرار بود از کالیفرنیا به شما زنگ بزنه، زنگ زد یا نه؟ اگه نزد من به این دوستم که اینجا هست بگم یه پیام خصوصی برای من بفرست، به این بگو که اون ماجرایی که دنبال میکردیم، اون دوستمون آمد نیومد چجوری و اینها، یه مقداری من رو در جریان بذار. و اینا کارهای دولتی همین جوره، وقتی میگی میگه اوکی با شور و هیجان، اسم چیه، شماره تلفن تو، اینها، بعد میذاره دیگه میره سراغ فراموشی و نمیدونم والا چی بگم. خب بذارید ببینم که این 314 این کیه پیام گذاشته. دوستان پیام بذارید، از این پیامگیر نترسید. اجازه بدین از آقای جلیل مرتضوی تشکر کنم، دو تا پیام گذاشته. ببینید چقدر قشنگ یه بحثی رو شروع میکنه، درباره دو تا موضوع مختلف صحبت میکنه، میبنده و الی آخر. من نمیدونم چرا بعضی از این دوستان میگن آقا ما زنگ زدیم شما نبودی، حالا دوباره زنگ میزنم، حالا شما وقتی اومدی زنگ بزن. آقا خانم، مگه شما وقتی زنگ میزنی نمیخوای صحبت کنی؟ از این امکان بهتر، فرصت بهتر که شما زنگ زدی و من نیستم، میتونی قشنگ حرفتو بزنی، حرفتو بزن. خیلی خوشحالم آقای شهرام ایران بومی اینجاست، اگر لطف کنن فیسبوکشون رو خاموش کنن تا من با اسکایپ تماس بگیرم. و یادتونه دو سه هفته پیش راجع به این آقای فضائل عزیزان گفتم که این بنده خدا تصادف کرده، آمبولانس میخواستن آمبولانس ببرن، با اون آمبولانسی گفته که من اینو نمیبرم چون بوی مشروب میده، پلیس آمده گرفتنش، تو ماشین پلیس انداختنش، آزمایش کردن گفتن بابا این مشروب نخورده. در هر صورت بعد میبرنش دادگاه. شما وقتی بهت ظلم میشه میری دادگاه، یعنی چی؟ خانه داد. اونجا که میره اون خانم قاضی بدتر از همه میگه که بله من تو رو میشناسم و نمیدونم شما از یه کشوری میای که چنین و چنان، و 5 ماه زندان میده به این. شانس آورده این آقای فضائل عزیزان، رفته یه گروهی رو پیدا کرده و اون گروه آمدن کمکش کردن از لحاظ قانونی و دارن، خیلی جالبه ها، دارن حق اینو از سیستم دادگاه آمریکا در آتلانتا میگیرن. همچین کیسایی رو آقای شهرام ایران بومی هم داره،
و یک کیسی جدیدن داشته که حالا امروز اگر بخوان درباره اون صحبت کنن، اینه که ما میدونید دادستان یعنی وکیل مردم. حالا شما بعضی وقتا پول نداری خودت بدون وکیل میری، بعضی وقتا دولت بهت وکیل میده، بعضی وقتا پول داری وکیل استخدام میکنی و وقتی میری جنگ دو وکیله و قاضی یا هیئت منصفه باید اونجا بشینن منصفانه نظر بدن ببینیم چرا بعضی وقتا این انصاف رعایت نمیشه. میبرمتون آلمان سراغ آقای شهرام، دکتر شهرام ایران بومی و بله بله امیدوارم که توی قطار نباشی آقای ایران بومی. روز شما بخیر، روز شما بخیر، انشالله که در آمریکا روز گرمی مثل آلمان نباشه. بله اینجا گرمه، امروز هستم باز بارون شدید میاد، چند روز بارون و نمیدونم رعد برق و اینها داشتیم و گفتن حالا امروز که دیگه تموم شد فردا الحمدلله هوا خوبه، ولی ما هر وقت که شما بیای هوای تلویزیون خوب میشه. من ساکت میشم، به دوستان بیننده گفتم که شما یه مقداری درباره این که چجوری ما داد خواهی کنیم از دادستان و از قاضی و اینها، و یه ماجرایی هم گفتم که قاضیه که یه زن مال آتلانتا بوده برای آقای فضائل عزیزان که تصادف کرده آمبولانس نبردتش بیمارستان و حقیقتا این باد شاکی باشه 5 ماه هم زندان بریده. دوستان عزیز با آقای دکتر شهرام ایران بومی هستیم از آلمان، اگر مسئله ای داشتید با ایشون تماس بگیرید، میتونید مشورت کنید، با وجودی که حتی شما تو آلمان نباشید ایشون میگه مشورت و مشاوره همه جای دنیا تقریبا به یک صورت هست. آقای ایران بومی خوش آمدید، بفرمایید. روز شما بخیر. امروز در واقع همونجور که میدونین موضوع هایی که اتفاق داره میفته خیلی مربوط میشه به مسئله عدالت، عدالت خواهی، فرار از قانون و مشکل مهاجرت و چجوری ما بتونیم خودمون احساس آرامش کنیم، چجوری نظمی که در بیرون ما هستش به ما میتونه آرامش بده. و اگه ما اعتماد نداشته باشیم به قسمت قضایی، قسمت حقوقی، یک مقدار مشکل خواهیم داشت در جامعه بخوایم راحت و با آرامش زندگی کنیم. این کلمه عدالت که شما میفرمایید در واقع یعنی انصاف داشتن، دادگر بودن، یعنی یک کلمه میشه گفت فرهنگیه، میشه گفت اخلاقیه، ولی در انتها ما میخواهیم دنیا رو از دید خودمون در واقع جوری ببینیم که دلمون میخواد. یعنی عدالت خواهی برمیگرده به من چی از این دنیا میخوام و من در واقع باید بدونم که خودم چی هستم که بعد ببینم چه جوری عدالت رو میفهمم. اگه اجازه بدین کوتاه تو چند کلمه در رابطه با من اول توضیح میدم که اصلا ما چند نوع من داریم. وقتی ما در دادگاه هستیم یه وکیل حرفه‌ای باید مواظب باشه که این شخصی که داره حرف میزنه آیا خودش داره در مورد پرونده از دید خودش حرف میزنه یا من او من تصوریه، یعنی او داره با تصورش فکر میکنه، تعبیر میکنه، حرف میزنه. سومین حالتی که ما داریم در داده اونی که منی که داره تعریف میکنه، منی که دیگران در موردش فکر میکنن و این میادش حرفایی میزنه که در واقع دیگران در رابطه با یه ماجرایی گفتن و این فکر میکنه الان فکر خودشه. اگه چهارمی منم بخوام بهتون توضیح بدم اینه که تصوری که خودش از تصور دیگران در مورد خودش میکنه، اینم میتونه یک نوع گفته شخص باشه. یعنی من تصور میکنم که دیگران در رابطه با من چی تصور کردن، برای همین جوابی که تو دادگاه میخواد بده بازم تغییر میکنه. این یکی از مسائل خیلی مهم روانشناسی در دادگاه هستش که ما باید همیشه مواظب باشیم که این کدوم منی داره حرف میزنه، چون روانشناسی خیلی موقعیتی توی استراب که باشن شاهدا میتونن تصور خودشون رو بیان بیان بکنن بدون اینکه واقعیت باشه. قاضی که اونجا نشسته، هیئت شوری که نشسته، یک ایده‌ای باید داشته باشه و اگه نتونه تشخیص بده اون وکیل که داره این شخص تصورش رو میگه یا تصور دیگران رو به عنوان تصور خودش فکر کرده یا اینکه خودش واقعا دیده، این میتونه مشکل باشه. حالا شما بفرمایید که دقیقاً چه چیزی رو میخواییم براتون توضیح بدم. آقا اینه که گفتی من یاد اون ماجرای مثنوی 70 من میشود، شما بگید دیگه، همینا رو توضیح بدید برای ما. و یه چیزی شما گفتید، اونی که میخواد بره داد خواهی کنه باید خودش رو هم
بشناسه. معمولا ما وقتی مشکلی پیدا میکنیم دیگه اون موقع زمانی نیست که وقت داشته باشیم خودشناسی کنیم و اینها، و فکر میکنیم که این دولت یا به اصطلاح کشور آلمان یا کشور آمریکا، اینا چون در دنیا معروف هستن دموکراسی و اینها، به اصطلاح حقمون رو میتونیم خیلی آسون بگیریم. یه مقداری اینجوری برای ما بگید که ما چه باید بکنیم اگه به مشکلی برخوردیم. اولیش که میدونم مشورت با یه وکیله، نه که بریم همه کارا رو خراب کنیم بعدن به یه وکیل زنگ بزنیم دردسر اونم زیادتر میشه، خب احتمالاً خرجش هم زیادتر میشه. مشورت با وکیل قدم اولش هست. ولی حالا شما اینو فکر کنید الان ما اومدیم تو دفتر شما، تو آفیس شما، برای ما توضیح بدید. مسئله‌ای که ما اینجا میشنوم از حرف شما آسیب شناسیه. آسیب شناسی اجتماعی یکی از راهاش اینه که وکیل بتونه جوابگوی اون عدلی که انسان میخوادش رو بتونه کمکش کنه. یعنی تأثیر وکیل در جامعه میتونه خیلی زیاد باشه، چون که میتونه به شخص کمک بکنه در سیستم قضایی که بسیار پیچیده هستش، موارد درونی فکر شخص رو با موارد بیرونی قانونی بیاد تطبیق بده، و وقتی که روانشناسی دادگاه هم بشناسه با کمک به قدرت قانون و با توجه به فسادی که در هر جایی که قدرت هست و ما باید کنترل کنیم فسادو، بتونه کارش رو جوری انجام بده که موکلش راضی باشه. من 6 تا فاکتور آوردم که هر کدوم اینا خودش یک تفاوتی به وجود میاره وقتی که یک انسانی خداپرست باشه، یک انسانی بی خدا باشه، یک انسانی اعتقاد داشته باشه که اقتصاد باعث عدالت میشه، یک انسانی اعتقاد داشته باشه که خیر من اصلا تغییری نمیتونم در سیستم بدم و هر جوری که هست باید قبول کنم. واسه همین ما وقتی که به عنوان وکیل یک پرونده میادش، اگه بخوایم به خصوص با موکل کارمون رو درست بکنیم، خیلی وقتا میبینیم که یه طرف میگه آیه وکیل این عدل الهی بوده، اون چیزی که شایسته من بوده، امیدوارم بهش برسم، اگرم نبوده در هر جایی که اتفاق بیفته اتفاق میفتاد، خب این حق ما رو خوردن، الان صابخونه ما رو داره بیرون میکنه. بعد از طرف دیگه میشم این خانومش داد میزنه سر آقای، میگه عزیزم یعنی چی این که تو داری میگی ربط نداره، ما خودمون مقصریم که امضا کردیم و امضا اشتباه کردیم، به ما کلک زدن. در اون موقع که شما میفرمایید به عنوان وکیل چیکار ما باید بکنیم، ما وقتی که اغلب اتفاقی که میفته یکی داره حق یک شخص دیگر رو میخوره، و چون ما باید بتونیم مرکز فساد رو پیدا کنیم، یعنی اون جایی که یکی از موقعیتش در هنگام بستن قرارداد سوء استفاده کرده، معمولا به قول یکی از آقایون معروف میگفت یا زره یا زره یا زوره، یا قدرت مذهبی داشته یا قدرت دولتی داشته یا قدرت مالی داشته که قرارداد رو مجبور کردن بعضی امضا کنن، و چون رعایت نکردن امضاهاشون در واقع میشه گفت باطله، که ما با توجه به تکنیک‌های حقوقی که هستش یا ذاتی یا اکتسابی سعی میکنیم که این قراردادها رو زیر سوال ببریم، و اینکه خیلی‌ها فکر میکنن که من رفتم محضر قرارداد مهریه بستم پس من باید اینو پرداخت کنم، این اشتباهه. خیلی قرارداد میبندن بدون اینکه بدونن که اون قرارداد قابل فسخه، و میرن مجبورن میکنن خودشون و خانواده‌شون رو بیان این پول رو پرداخت کنن. این زمانی که انسان مشاوره کنه با یه متخصص میتونه حداقل این عدالت رو احساس کنه که ما افرادی که در این قسمت تخصص دارن میتونن بهش کمک کنن، و هیچی بدتر از سنتگرایی نیستش، هیچی بدتر از این نیستش که انسان خودشو بگه من در این سیستم چون که خارجی هستم باختم، چون که بیپول هستم باختم. برعکس انسانهایی که در این سیستم چه آمریکا چه اروپا هستن، من میتونم صدها مثال بیارم که بازم میتونن به حقشون برسن، و اینکه خود آدم از ابتدا بگه من نمیتونم، شرایط اینجا اینه که با من بدن پس من میبازم، چنین چیزی بقیده من وجود نداره. Use your power. بفهم. خیلی ممنون. این چیزی که شما گفتید خیلی جالب بود که قراردادها به صرف اینکه قرارداد بستید همیشه قابل اجرا و اینا نیستن، و قراردادها قابل فسخ هم هستن. یه چیز دیگه شما گفتید که افرادی که باور به
سرنوشت، بازی روزگار، خداوند، اینها دارن و میگه که خب دیگه قسمت ما این بوده. بعد گفتید البته گهگاهی همسرشون میاد و فریاد میزنه و میگه عزیزم. من معمولا فکر نمیکنم وقتی فریاد میزنن یادشون باشه بگن عزیزم، ولی دیدم که بعضی وقتا توی خانواده واقعا دو تا عقیده مختلفه. یکیش میگه دیگه سرنوشت بوده ول کن، ولی اون یکی معمولا حالا یا خانما یا همسر آقایون اونا میگن که سرنوشت بوده چیه؟ اگر ما بتونیم قانون رو ازش استفاده کنیم قانون با ما خواهد بود. پس اینم باز برمیگرده به همین که ما باید مشورت کنیم به اصطلاح این کسانی که این بازی رو بلدن. اگه اسم این ماجرا رو بازی بذاریم، اگه این بازی دادگاه و وکیل و دادستان و هیئت منصفه و قاضی و اینها رو بلدن، خب ما با یک بلد بریم اونجا، با کسی که آگاه هست بریم اونجا و کارمون خیلی بهتر میشه. این ماجرای دادستان، البته تو آمریکا متاسفانه هر کسی که میاد، حالا چه ریپابلیک باشه چه دموکرات باشه، اینا با خودشون گنگ خودشون رو هم میارن و خیلی واقعا جای تعجب و جای به اصطلاح احساس آدم بدی بهش با دست بده که عوض میکنن سیستم رو با خواسته های خودشون. توی آلمان هم به این صورت هست، یا اون کاملا جداست، قسمت قضاییه و دادگاه و اینها از قسمت به اصطلاح مجریه جداست و اینها با خودشون هی نمیارن گنگ خودشون رو، رفیقای خودشون رو. اونجا چه جوری هست؟ هر جا که قدرت باشه فساد هم میادش. نقش وکیل در واقع کنترل فساد در قسمت قضاییه. وکیل حق اینو داره که شکایت از قاضی کنه بره به دادگاه بالاتر. کم پیش نمیادش که وکلا به زندان میافتن برای اینکه با دادستان در افتادن. کم پیش نمیاد که یه وکیل در برابر دادگاه محکم پاشو به زمین میکوبونه و میگه که شما به عنوان قاضی فقط میتونین یه حکم صادر کنین، ولی من به عنوان وکیل میتونم حکم شما رو باطل کنم. من به عنوان یک وکیل وظیفم کنترل قاضی هستش. وظیفه قاضی حکم دادنه، ولی من وکیل به مراتب قدرت‌های بالاتری دارم که بتونم کنترلش بکنم. جناب دادستان، حالا بعد وقت خانم یا آقا هستش، اونها هم میتونن در بعضی مواقع عادلانه باشن، که معمولا اگه من بخوام کوتاه بگم یک دادستانی که بخواد عادل باشه معمولا باید بدون اجبار و در آزادی تصمیمشو بگیره، مستقل باید تصمیمشو بگیره. دادستانی که بخواد عادل باشه از خودپسندی و معروف شدن باید دوری بکنه. دادستانی که کارشو بخواد درست انجام بده باید شرم کنه، بخواد روی قیافه، روی هیکل، روی دین، روی موقعیت مالی بخواد تصمیم بگیره. دادستان عادل باید باعث امنیت در شهر و منطقه بشه و نه باعث ناامیدی بشه. یعنی هر شکایتی که آدم میکنه به عنوان دادستان، که من خودم با اجازت شما چند مدت در دادستانی کار میکردم و به عنوان یکی از نسبتا بهترین دادستان شهر فرانکفورت هم که کار میکردم، در کنار اینکه کارآموزی میکنم شناخته شده بودم، سعی میکردم که به اون اشخاصی که قربانی هستن امید بدم که دولت شهر از اونا حمایت میکنه و نیاد از قدرت قانون استفاده کنه انسانها رو نابود کنه. و اگه در آخر هم بخوام بگم، یک دادستان عادل از کارش باید عالمانه باشه، احساسش عارفانه باشه و نباید از قانون برای نابود کردن استفاده کنه. بفرمایید. خیلی ممنون. یک کیسی رو جدیدن من دیدم که شما ویدیو هم بود تو دادگاه نشون میداد، ولی روی صورت اون طرف رو پوشونده بودن. و مایل هستید درباره اون کیس صحبت کنید؟ و اگر اشتباه نکنم درباره این بود که یک کسی رو با بالش خفه کرده. من همیشه تو فیلم‌ها هم وقتی اینو نشون میده میگم مگه میشه بالاخره بالش هوا از توش رد میشه، ولی مثل اینکه واقعا امکان داره که با بالش کسی رو خفه کرد. اون ماجرا رو میخواین دربارش صحبت کنید یا نه؟ چون دیدم فیلمش رو گذاشته بودید، ولی برای من جالب بود وقتی فیلم میگیرن خب چرا صورت طرف رو اونجوری به اصطلاح شطرنجی میکنن که پیدا نباشه. یکی از مسائل خیلی مهم که در دادگاه هستش و
وقتی که دادستان شکایت میکنه معمولا ما به سیستم اروپایی، سیستم غربی، سیستم آمریکایی میگن دادستان مثل کله میمونه در بدن، ولی کله نمیتونه کاری بکنه، لازمش دسته و اون دست دادستان اداره پلیسه. و اگه دادستان بدون دست باشه، یعنی کله بدون دست، خودش نمیتونه کاری کنه. دادستان نمیتونه بیاد خونه شما و شما رو بازداشت کنه، این کارو پلیس میکنه. پس وقتی که ما در دادگاه میبینیم یک شکایتی میشه، باید بدونیم که در مراحل قبلیش FBI یا اداره پلیس یا اداره های ویژه انتظامی بودن که پرونده رو اول آماده کردن. دوم، دادستان باید شواهدی که اونها آماده کرده ترتیب بده جوری که محکمه پسند باشه. سوم، دادگاه باید این شکایت رو که دادستان بر اساس تحقیقات آگاهی اداره پلیس و نیروی انتظامی درست کرده رو جوری بخونه که بگه که من به عنوان قاضی حداقل احساس میکنم که این یک جرمه و من پرونده رو در دادگاه باز میکنم. در اینجا نقش وکیل مدافع چی هستش؟ که در هر مرحله، چه در مرحله آگاهی پلیسی، چه در مرحله دادستان، چه مرحله دادگاه، بتونه حداقل قسمت جلوگیری بکنه از قسمت ماهویش که کارهای ابتدایی که اغلب بزرگترین مسائل هستن رعایت بشه. یک، پلیس اغلب وقتی شما رو میگیره به شما حق سکوت رو نمیگه دارین. دو، وقتی که از شما سوال میکنه شما رو با داد، با فشارهایی که رو سرتون میذاره میتونه کاری کنه که مجبور بشین حرفایی بزنین که مثلا چون خانوادتون هست نباید بزنین. چهار، وقتی که دادستان میاد پرونده رو میخونه و میبینه که چه اشتباهی پلیس کرده، چشمشو میپوشونه و ادامه میده روی اطلاعاتی که اشتباه از شما گرفته شده. ما یه مثالی داریم، میگیم از یه درختی که زهر ازش به وجود میادش شما نمیتونین میوهشو در بیارین و اینو در دادگاه استفاده کنین. یعنی چی؟ یعنی اگه غیر قانونی زیر فشار گذاشتن یک شخص رو، متهم رو، وقتی که زیر فشار گذاشتن یک انسانی رو بدونی که حتی وکیل بهش داده باشن، به مراتب ما میبینیم که حتی مترجم درست نمیدن بهش، طرف ایرانیه مترجم افغانی میدن نصف حرفاشو نمیفهمه، طرف افغانی مترجم ایرانی میده حرفشو نمیفهمه. وقتی که مترجم نمیاد بگه که من زبان این شخص رو نمیدونم، ولی شما امضا میکنی در اداره پلیس در دادستان که فهمیدن، اینها رو باید شما به عنوان وکیل همیشه مواظب باشین که در چه ساعت شب، در چه موقعیتی از این سوال کردن، چه حقایی داشتی که رعایت نشده، آیا به سفارتخونش اطلاع داده شده، آیا به خانوادش اطلاع داده شده، آیا مثلا این پرونده جدید داشتن کتک پلیس زده بوده، این خونی بوده، در هنگامی که جراحت صورتش بوده خونی بوده، بردنش توی اتاق ازش سوال کردن و آیا در این موقع سوالهایی که این جواب داده اصلا بر طبق قوانین درست هست یا نیستش. این اولین کاری که باید یک وکیل بلد باشه، یعنی هر کاری بلد بودن است. ممکنه که شما بریم پیش پزشک این مشکل گوش و حلق و بینی رو بلد باشه ولی به قرب رفت نداشته باشه، ممکنه شما برید پیش یک پزشک رادیولوژ باشه ولی خب نمیتونه بیادش در رابطه با مغز شما و در رابطه با مشکلات دیگه سوال بکنه و درست رفتار کنه. همین جورم در این کیسی که جدیدن اتفاق افتاده که میگن یک آقایی که ایشون در کنار خانومش خفته بوده، 5:30 صبح بلند میشه و خانوم در حالتی که نفس نمیکشیده به اداره شما میگه امرجنسی زنگ میزنه، اورژانس زنگ میزنه، اورژانس که باید در عرض 6 دقیقه میومده 26 دقیقه میاد و مرگ این خانوم به علت اینکه نامعلوم بوده و اجالتاً در اینجا حتی ماموران بیمارستان که باید جواب میدادن چجوری این خانوم 26 دقیقه دیر دکتر بالا سرش میرسه با وجودی که اطلاع داده شده، چه کسی باعث قتل یا کشتن این خانوم بوده؟ در اینجا حداقل 4 نفر میتونن مقصر باشن، ولی ساده ترین کاری که دادستان در اینجا کرده اومده شوهر ایشون رو مقصر کرده و میگه با یک متکای، یک بالشی که از لحاظ فیزیکی روی چنین تخت و با هیکلی که این آقا داره و با هیکلی که این خانوم داره
در اون موقع شب که میخواستن در واقع ایشون با مرتگا خانومشو خفه بکنن، ایشون میگه من این کار رو نکردم، ولی دادستان میگه طبق شواهدی که هستش و در چشم خانوم چون هوا نرسیده، در گلوش چون هوا نرسیده، در پشت کمرش چون هوا نرسیده علائمی هست، این خانوم باید خفه شده باشه. ولی دادستان نمیاد فکر کنه که اون موقع که ماست که اکسیژن رو دکتره گذاشته، آسیستان های آمبولانس گذاشتن، اونها اکسیژن تا توش نبوده و چون اکسیژن نبوده خفگی در اون موقع به خانم داده شده، چون اون ماسکی که روش گذاشتن خودش هوا رو نداشته برسه. وقتی که ماساژ قلبی میدادن این قلب چنان فشاری بهش اومده که قسمت‌هایی در داخل شکسته. حالا این شکستگی آیا شوهرش کرده یا دکتر یا اون سه نفری که اومدن شخص از روی تخت برداشتن و روی یک تخت پزشکی گذاشتن پرت کردن، طبق گفته یه شاهد که با چشمش در همسایه بوده دیده که این دو نفری که کمکی بوده آمبولانس بودن و این خانم رو بلند کردن پرتش کردن روی زمین و این شادش خودش علتی بوده که در شوک به پشت مغز وارد میشه و با این فشار اکسیژن به گلو قطع میشه. من میخوام الان تمام پرونده رو بگم زیاده، ولی در اینجا برای شخص بنده که با 8 نفر مخالف، حقوقدان مخالف در روبرو هستن و ایشون فقط یک نفر داره که ازش دفاع میکنه، یکی از سخت‌ترین نوع پرونده‌هایی هستش که یه وکیل ممکنه در شغلش داشته باشه در رفع وکالت. و من امیدوارم که بتونم ثابت کنم که این شخص که در واقع تهمت به دادستان میزنه با متکا هیچ وقت خانمش رو نکشته، بلکه تمام امکانات رو سعی کرده به کار ببره که دکتر بیاد و اگه دکتر دیر اومده و اگه افراد در قسمت پزشکی کارشون رو ممکن اشتباه کرده باشن لااقل این آقا محکوم نشه. بسیار ممنونم. شما خیلی جالب گفتید درباره رفتار پلیس با افرادی که جرمی مرتکب شدن یا متهم هستن، اینی که بعضی وقتا به اینها بیخوابی میدن، در ساعتی از شب از اینها به اصطلاح بازجویی میکنن، اون حقشون رو بهشون گوشزد نمی کنن که شما حق داری ساکت باشی و وکیل بگیری و کتک میزنن بعضی جاها، و همین خاطر الان هی وجود ویدیوها زیاد شده. ولی یه دوستی از آلمان که همشهری مام هست نوشته، این آقای اکبری: جناب وکیل، میخواستم ساکت باشم ولی نشد. در آلمان قاضی و وکیل مدافع دستشان در یک کاسه هست و شریکی سر متهم را می برند. اگر مایل باشید برایتان مثال بیاورم. ایشون تو آلمانه. خب تماس بگیرید با آقای ایران بومی، کیسشون و کیسی که شاهدش بودید یا براتون اتفاق افتاده بگید. و تو آمریکا دوستان انقدر افرادی که بیگناه متهم شدن به قتل، بزرگترینش همینه که همین ترامپ شارلاتان هم آمده گفته این 5 تا پسره رو باید بکشین، بعد فهمیدن اصلا این 5 تا پسره فقط گفتن ما این کار رو انجام دادیم که پلیس بذاره اینا برن بخوابن، چون جوان بودن انقدر بیخوابی بهشون داده، انقدر ترسوندتشون و به هر کدومشون تک تک میگفته تو اگه بگی ما بوده تو رو میذاریم بری خونه آزادی، اون 4 تا میرن زندان. و اینا 5 تاشون اعتراف کردن به قتلی که انجام نداده بودن، تا سالها بعد قاتل گفته بود که بابا من بودم و چیزایی که گفته بود فقط قاتل میتونسته بگه. از این ماجرا اینجا زیاده. الان به کمک دی ان ای، به کمک این دوربینای فیلم برداری، به کمک وکیلای خوب و یه سازمانهایی هست که از افرادی که به اشتباه به اصطلاح محکوم شدن و به ناحق در زندان ها هستن، که البته هر کدوم از اینا میان بیرون 20 میلیون 30 میلیون 100 میلیون میگیرن، ولی چون تعداد آمریکا 330 میلیونه وقتی 100 میلیون میدن به یکی از اینا انگار هر کدوم از ما مثلا 30 سنت دادیم، خیلی به کسی فشاری نمیاد. من ساکت میشم، اگر صحبتی دارید بگید، ولی همین خیلی خوبه که دوستان با دوستانی مثل آقای ایران بومی صحبت کنیم. یادمون باشه که ما حق داریم اگه اتفاقی افتاد، پلیسی آمد خواست چی کنه، بگیم که من میخوام با وکیل صحبت کنم. حتی اگه وکیل ندارید همون موقع قرار نیست اسمی یک کلیم به کسی بگیم، میخوام با وکیل صحبت کنم. این کاری که بگید اونا مجبورن به اصطلاح متوقف کنن بازجویشونو تا
تا زمانی که شما وکیل داری. اگه مورد شکنجه و ضرب و شتم و اینها قرار بگیرید، حتما به اولین جایی که وکیل، دادستانی، قاضی اونجا بود که میتونستید صحبت کنید، بگید که اینها به اصطلاح شکنجتون دادن، آزارتون دادن، کتکتون زدن، که شما اعتراف کنید. من آقا ساکت میشم، شما اگر باز صحبتی دارید. و در مورد این دوستمون مخصوصا که گفتن در آلمان قاضی و وکیل مدافع دستشان در یک کاسه هست، جالبه که اسمی از دادستان نیاوردن. بفرمایید. این که در هر سیستم قضایی فساد هست، من قبلا هم براتون توضیح دادم، همون جوری که در هر بیمارستانی هم که شما برین باکتری هست، ویروس هست، و این طبیعیه که در جایی که انسان ها قدرت دارن میتونه روابط هم اضافه بشه، و قدرت در هنگامی که روابط هم باشه و خارج قانون باشه میتونه به یک حالتی برسه که تبعیض به وجود بیاد. تبعیضی که به وجود بیاد، امتیاز دادن به وجود میاد. امتیازی که به وجود میاد، امتیاز به یک گروه یا یک شخص خاص به وجود میاد. این ادامه پیدا میکنه، انسانی نبودن رفتار اون اشخاص که حالا قدرت دارن باعث میشه که شخص احساس کنه که قانون بیفایده است، و بعضیا به این اعتقاد میرسن که اصلا کل سیستم قضایی اشتباهه. این عدم برخورد قاطع شخص هستش بقیده من که نظارت نمیکنه به سیستم که در اتفاق میفته، و چون میبینه که داره در اونجا امتیازهای خاصی داده میشه، حالا با سکوت خودش و یا با نگاه کردن غیر متخصصانه خودش و یا با اتهام زدن، آدم نمیتونه مشکل در فساد رو حل کنه. ما میتونیم به راحتی احساس میکنیم که در یک جای فساد هستش، اونا برتر از ما نیستن. شما اگه اعتقاد داشته باشین که انصاف و عدالت وجود داره، میدونی که یک نفر میتونه حتی یک سیستم جوری رو برگردونه. من شخصا در هنگام کار خودم بارها شده که همه میگفتن غیر ممکنه. جدیدن من یه آقای دفاع میکردم که از شمال ایران بودن، این شناگر بود و 52 سالشون بود، یکی از شناگران بسیار معروف ایران بودن، اومده بودن آلمان، در استخر رفته بودن و چون تیشرت سیاه تنشون کرده بودن، به عللی نمیخواستن بدنشون معلوم بشه، در اون روز یک شنبه ساعت 5 خورده بعد از ظهر همونجا داخل استخر پلیس ایشونو دستگیر میکنه. چرا؟ وقتی میگفتن چرا، اینم آلمانیش زیاد خوب نبود، گفتن که از شما شکایت شده. میبرنش کلانتری، بعدن میگن که پدر یکی از بچه‌ها در استخر گفته که شما در داخل استخر سعی کرده بودین به دختر 11 ساله ایشون نزدیک بشین و نزدیک بوده تعرض جنسی انجام بدین و دخول انجام نگرفته، ولی دختر 11 ساله گفته که آره این آقا در داخل آب نزدیک بوده بهش تجاوز کنه. این آقا رو اول گرفتن، میره دادگاه، وکیل داشته، وکیلش هم خیلی 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 معروف بوده تو شهری که در اون آلف شهر رو نمیارم، متاسفانه میبازه، میره دادگاه بالاتر، در دادگاه دوم هم میبازه. بعد از اینکه دادگاه دوم میبازه، در واقع شانسی دیگه نداشته. بعد از اینکه این ورانور میخونن اسم دکتر ایرانبومی رو میبینن، تماس میگیرن خانوادهشو، میگن آقای دکتر رومی شما میتونین کمک کنین. بعد میبینن که اینا یک سال و نیم دادگاه بودن، پرونده بسیار زیاد بود. کوتاه من برای شما بگم، بعد از اینکه پرونده رو خوندم و با خود این آقا نشست داشتم، مطمئن بودم که این آقا داره راست میگه، چون نوع گفته های این آقا، اشکی که چشش جمع شده بود، تعریفی که داشت میکردش و اصلا بیخبریش از این اتفاق که چجوری یهو اینو گرفتن، به ما کسی که تو این شغل هست یا اقل خبر میده که این شخص قربانیه، و این قربانی شاید تبعیض نژادی در آلمان شده بود. چرا؟ در اونجا دادستان و شاید هم قاضی و شاید هم وکیلش، که با این وجود که وکیل خیلی معروفی بود، زیاد با همدیگه دوست بودن و در انتها اینقدر این کیس صدا کرده بود که دیگه جایی نبودش که قاضی بخوادش عقب نشینی کنه، چون تمام شهر میگفتن که این افراد خارجی هستن که بی امنیتی به وجود آوردن و بعضی وقتا قاضی ها تحت تاثیر اجتماع قرار میگیرن و میخوان یک حکمی بدن. این آقا رو به 2 سال و 9 ماه زندان، برای اولین بار تو عمرش بوده کار خلاف در واقع کرده بوده، بدون هیچ نوع شرایط ساده تری محکوم میکنن و به سخت‌ترین و بدترین زندانی که وجود داشته.
موقعی که من پرونده رو گرفتم که فقط یک هفته مونده بود تموم بشه، به دادگاه عالی که من شکایت کردم تونستم پرونده رو دوباره بازش بکنم. چرا تونستم بازش کنم این پرونده 1500 صفحه‌ایو؟ چون من معتقد بودم که کسی که برای عدالت می‌جنگه میتونه راهشو پیدا کنه، و خوشبختانه در این پرونده تونستم پرونده رو برگردونم. شاید شما براتون جالب باشه بگین که چجوری بازش کردم. جالب هست؟ بله بله. این ماجرا میشه همون شکایت از دادگاه به دادگاه بالاتر، شکایت از دادستان، و اینو هم باید آدم بدونه که باید به موقع نذاره اون مدتش بگذره، اون موقعی که مدتی که میتونه اپیل کنه، حالا یه ماه یا دو ماه اینا همش این. ولی همین وسط یه دوستی هم از ایران نوشته سلام، در ایران اصلا شکایت نکنی بهتره، ولی بگید ماجرای اینی که شما اون رو بردید به دادگاه عالی و باز کردید دوباره پرونده. در دادگاه عالی بسیار بسیار خوشحال هستم که هنوز من معتقدم که عدالت وجود داره، و وقتی که شما کارتون رو بلد باشین و قوانین رو تو مغزتون حفظ باشین و بتونین الراز عملی هم خیلی کار کرده باشین، شما میتونین به موکلی که در هر جای دنیا هم باشه، که حتی وکیل 10 تا وکیل هم داشته باشه، شما میتونین به عنوان مشاور کمک کنین. در اینجا تمام شاهدها، تمام اطلاعات رو کاملا قاضی و دادستان جوری کنار هم چینده بودن که به هیچ وجه راهی ورود نبودش که باز کنیم، ولی با این وجود تونستم من در همون پرونده در روز اول دادگاه یک اشتباهی قاضی کرده بود که چون این اشتباه یک اشتباه قهری حساب میشه، تونستم پرونده رو بازش بکنم. و اون بیشتر از این نبود که مترجمی که در دادگاه روز اول شروع کرده بود قسم نخورده بود، و چون قسم نخورده شروع به کار کرده بود، کل شواهدی که در دادگاه بود و کل حرفایی که زده بود طبق قانون باطل حساب میشد، و به همین علت هم دادگاه عالی کل پرونده رو برگردوند. و اینو باید وکیلای اون که 8 تا وکیل کار کرده بودن هیچ کدومشون ندیده بودن، ولی خب تجربه های یه وکیلی که ایرانی باشه و در دانشگاه هم کار میکنه جوری دیگه یه. من دیدم وقتی پرونده رو میخونم روی مسائلی که شاید یک میلیمترش هم که از دیده دستم در بره، و وقتی پروتکل توی 1500 صفحه نگاه میکردم دیدم که صفحه اول مترجم بوده ولی قسم نخورده، همون به من کمک کردش که به این مرد کمک بشه. و باورتون نمیشه این مرد تا به امروز زندان نرم، و روزی که تونستش از این حکم نامردانه که صادر کرده بودن و دادگاه جدید باید حکم میداد، و چون دادگاه جدید با توجه به اطلاعاتی که الان داشت و اطلاعاتی که من وارد پرونده کرده بودم که این یه دختر بوده که قدش 1.17 بوده، اون جایی که وایستاده بوده در اصل 1.30 بوده، در اونجا آب با سرعت حرکت میکرده، و این دختر 11 ساله در جایی که آب حرکت میکنه و قدش زیر اون مقدار هست نمیتونسته وایستاده باشه جوری که تعیین شده در پرونده. در اون ساعت 5:20 دقیقه بالای 200 نفر در اون استخ طبق شواهد فروش بلیط وجود داشته، و این که این دختر میگفته در اونجا هیچ کسی نبوده غیر ممکن بوده. ویدیوی دادگاه که نشون داده بودن دقیقا اون زاویه که باید این مرد باشه با اون زاویه که دختر باشه قطع میشه، و اینا دادگاه 1 و 2 میتونستن ببینن، ولی با توجه به بی‌عدالتی که انجام داده بودن این ویدیویی که در واقع وجود نداشته رو کاری کردن که انگار وجود داره. چون تمام این اطلاعات فیزیکی بوده و اشتباه قهری در پرونده بوده، تونستم من ببرم، و خوشحال هستم که این مرد 52 ساله تونست به جای اینکه زندان بره الان آزاد در خیابون‌های آلمان حرکت کنه. برای همین جمله آخر من، عدالت وجود داره، سربازان عدالت هم هستن. این که ما بگیم ما باختیم و اونها یک گروهی هستن که همیشه با هم کار میکنن اشتباهه. ما میتونیم از حق خودمون دفاع کنیم، و روزی که شما فکر کنین که نمیتونین دفاع کنین، خودتون باعث بی‌عدالتی شدین. بسیار ممنونم. من فیسبوک شما رو نشون دادم، دوستان اگر مایل هستن، حالا اونایی که توی آلمان هستن یا هر جا هر جای دیگه، شما
چندین بار تا حالا گفتید مهم نیست، مشاور شما میتونید از هر کشوری داشته باشید، توی دولت آفریقا باشید، توی آمریکا باشید، یک کیس یا پرونده دادگاهی داشته باشید، شما میتونید مشاورتون از آلمان باشه، آقای شهرام ایران بومی باشه. من بازم ممنونم که این پرونده ها رو میاین برای ماها میگین که خدای نکرده اگه کسی دچار همچین اشکالی بشه بتونن یادشون بیاد با اون شرایط و یه کاری کنن که بعدن پشیمونی نشه و هر چیز مورد پشیمونی پیش نیاد و هر چیز زودتر تماس بگیرن با یه کسی که راه و چاه رو میدونه، بالاخره به راهشون ادامه میدن و در چاه این قانون و اینها نمیافتن. من از شما بازم ممنونم، اگه صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه امیدوارم در برنامه آینده باز با شما باش. جمله رو با یک شعر تموم میکنم و این شعر میگه: به هر جا ناتوان دیدی توان باش، به سود مردم خاموش زبان باش. روز شب شما بخیر. مرسی، اوقات شما بخیر و ممنون، آخر هفته خوبی داشته باش. خیلی ممنون. دوستان عزیز، با آقای دکتر شهرام ایران بومی بودیم. این صفحه فیسبوکشون رو من نشون میدم. به اون دوستم هم آقای اکبری پیشنهاد میکنم یه تماس بگیر، حالا اگه پرونده‌ای بوده، کیسی بوده. اتفاقا یه دوستی داریم توی فلوریدا با همسایه‌شون مشکل دارن و الان شرایط آمریکا باز به این شالاتانی ترامپ یه موقعیتی رو به وجود آورده که شما تا خارجی هستی، حالا هی اونایی که میگن نه آقا من انگلیسیم خوبه، من گرین کارت دارم، من سیتیزنشیپ دارم، اینا رو بندازید دور. همین که شما رو میدونن خارجی هستی، خود به خود یک برگ بازنده دست شماست و یک برگ برنده دست اونهاست. شما هم بیاین از برگهای برنده موجود استفاده کنید تا حقتون ضایع نشه. ممنونم از ایشون و از شما دوستانی که آمدید و صحبت کردید. آقای فرهاد زمانیان یه چیزی فرستاده برای من که اصلا ربطش رو الان با برنامه زنده من نمیدونم. پاسخ سردار قاسمی به ترامپ: آقا این ترامپ اگر بده و حرف زور میزنه و اینها، اونها بدن حرف زور میزنن. اگر اونا آدمایی بودن که من و شما میگفتیم آقا اینا از گل نازکتر به کسی نگفتن، اگر کسایی بودن که میگفتیم آقا اینا در 40 سال گذشته یک دروغ حتی نگفتن، ولی پرونده اونا هم سیاهه. به خاطر همین پرونده های سیاه اونها هست که اگر ترامپ هم اینجا تیسکلنگ میندازه و مثل یابو لگد میزنه هیچ که صحبت نمی کنه. و در هر صورت گفته که نمیدونم مثل کاباره صحبت نکن، یادتونه که سربازاتون براشون پوشک بزرگ سالان می آوردین. خب این هیچ اشکالی نداره، موقعی که یه جای جنگه ممکنه پوشکم ببندن استفاده کنن که 4 ساعت 5 ساعت اگه سر پسته مجبور نشه به خاطر توالت ول کنه بره. تو آمریکا نصفی از مردم اینجا زنا و آقایونی که میان سالن یا کهن سالن یا پیر هستن پوشک می بندن و این چیزای مزخرفی که آقای قاسمی، سردار قاسمی میگه و اینها، درست آدم رو یاد اون وزیر جنگ نفهم مال عراق یادتونه، نیروهای آمریکا نزدیک دروازه شهر بودن، میگه وقتی اینا برسن اینجا ما تیک تیکشون میکنیم، فرداش خودش فراری شد. اینا رو شما خیلی جدی نگیرید. و اما بذارید من میخواستم این تلفن رو براتون پخش کنم ببینم کیه. سلام سربی، سعیدی هستم از جانش. زنگ زدی من حتی سعی کردم که جواب بدم، نمیدونم تلفنم قطع کرده بود و نتونستم شما رو جواب بدم. اگر تشریف دارید دو صدای من رو میشنوید که خوشحال میشم باهاتون چند کلمه بگم. آقای سعیدی کجا هستی؟ متریالیست دوست عزیز، شما میگی ببین حرف خودت ببین چیه، میگی شما زنگ زدی سربی من نتونستم جواب بدم، نمیدونم تلفنم. خب حالا یا داشتی کار میکردی یا تا رسیدی قطع شده فلان اینها، ولی عزیز برادر الان که زنگ زدی، قبلش هم زنگ زدی میخواستی حرف بزنی، به همین خاطر من زنگ زدم. خب حرفتو بزن، بگو آقا من میخوام در این مورد صحبت کنم، صحبتتو بکن ما پخش کنیم.
مثل این آقای جلیل مرتضوی. من الان دو تا پیام براتون پخش میکنم. این آقای مرتضوی اگر تا امروز هی میخواست بگه سربی من زنگ زدم تو نبودی، هر وقت اومدی تو به من زنگ بزن، هیچ امکان ارتباط نبود. یه وقت من نیستم، یه وقت ایشون نیست. بذارید من صفحه جلیل مرتضوی رو بیارم و این صفحه رو بهتون نشون بدم. شما هم از طریق این صفحه فیسبوک با ایشون تماس بگیرید. ممکنه شما بگید که من فیسبوک عضو نیستم، اون دیگه باید از آقای مرتضوی بخوام که از طریق ایمیل و اینها. ولی خیلی جالبه اتفاقا تو همین صحبتشون میگه که شما مثل این که به ما چشم زدید و سیستم ما خراب شد. چون قبلا پیامی که گذاشته بودن، من گفتم سیستم ایشون هنوز اون سیستمی هست که با آقای پرویز حقگو یو اس ایران تی وی رو راه انداختن، استدیو دارن، میکروفون دارن، دوربین دارن اینا. ایشون با خنده گفته سربی به نظر میاد اون چیزی که گفتی به ما چشم زدی. دوستان واقعا شما به چشم زدن و اینها باور دارید؟ شما هم یه 10 تا از این چشمای چیز خریدین به ماشینتون و سرسویچتون و سر خونتون و نمیدونم این یکاد بالای خونه فلان چی چه میدونم، من باور ندارم. خب بذارید آقای مرتضوی پیام اول. آقای سربی با سلام و درود فراوان خدمت شما و بیننده ها و شنونده های شما به هر طریقی که صدای منو میشنوند. اولا ممنون و سپاسگزارم از دوستایی که ایمیل فرستادند و اظهار محبت کردند. فقط یه خانمی که خیلی اظهار محبت کرده بود، حالا نمیخوام نام ببرم، شاید خودش گوش میکنه، بهشون گفتم که شما اگه میخواین با من آشنا بشید همین کتاب The Mystery of America رو بخونید، بیشتر با فکر من آشنا میشید. روزی بعد یه ایمیل فرستاد، گفت یکی از ویدیوهای قبلی رو دیده بود، زیاد خوشایند یا خوشحال نبود، همین ویدیوی یو اس ایران تی وی. چون ویدیوی یو اس ایران تی وی که هک شده بود، من هیچ برنامه‌ای ندارم، ولی خیلی ها اینو ضبط میکردن این برنامه تو سایت های خودشون دارن. شما اشاره کردید آقای سربی، اولا که دلیلی که من از این طریق با شما صحبت میکنم چون مثل این که راجع به یو اس ایران تی وی گفتی و چشم زدی، میکروفون من دچار آسیب شده، ضبط کردم دیدم نه وسطش اصلا گم میشم. میدونی که آقای سربی برای شما و بینندگان خوب و عزیزتون بگم، یو اس ایران تی وی دومین نیمی هستش که بنده 5 سال آینده این دومین نیم رو دارم و از آقای پرویز حقگوم سپاسگزارم، چون ایشون اسپانسر این برنامه بود، یه برادکست کامل بود، هم از طریق تی وی ما همه جا زنده 4 ساعت پخش می شدیم، هم از طریق آدیونا و این کامپیوتر و میکروفون تشکیلات هم آقای حقو فرستاده بود. ببخشید آقای مرتضی، منظورتون از طریق تیوی، تیوی رو اینترنت یا اینترنت رو تیوی؟ چون الان دیگه کانسپت یا به اصطلاح معنی و مفهوم چیزا هم عوض شده. الان حتی تلویزیون های آمریکایی، پریروز داشت یه چیزی صحبت میکرد که این چیه، این چیزی که اومده گفت سینما رو تعطیل کرده، مردم تلویزیون دیگه آنتن و اینا رو دادن تحویل، به اصطلاح کیبل و اینا رو دادن تحویل و بیشتر از اون استفاده میکنن. چیه خدایا، میگه فلان و چیل، یعنی بشینیم اونو نگاه کنیم و تو خونه راحت باشیم. منظور شما از طریق تلویزیون و از طریق آدیو ناو، آدیو ناو که یه شرکتی آمده، هر رادیو یا تلویزیونی که مایل باشه برنامه‌اشو لینکشو میفرسه، اونا به صورت تلفن در اختیار مردم میذارن. این کار خیلی خوبی بود، اینم برای چند سال پیش باز خوب بود. الان که دیگه همه چی مجانی و ارزون و اینا هست، اونم همچین چنگی به دل نمیزنه. حالا اگه منظور شما از طریق تلویزیون جی ال ویز بوده
جیلویز تلویزیون نیست، جیلویز باکسه که از طریق اینترنت به تلویزیونتون وصل میشه. شما این روزا با تلفنتون میتونید به تلویزیونتون بفرستید اینها، و میگم معنی ها عوض شده، ولی فکر کنم تلویزیون شما هم اینترنتی بود و روی آدیو نه. پس برمیگردیم به این که US ایران تیوی رو شما 5 سال دومین نیمشو پول دادید، البته بعد به شوخی میگید که مال پرویز حقگوه و من بهش نمیدم. بفرمایید. اینا رو هم دیگه من دارم، حتی آقای حقگو هم بخواد بهش نمیدم، شوخی هم میکنم. ایشون خیلی محبت داره، از دوستای بسیار خوبه من هست و دوستای دیگه هم، شما هم همینطور. به هر حال چیزی که میخوام خدمتتون بگم، دوستان ما وقتی یه چیزایی رو میگیم و صحبتی میکنیم، این نظر ماست، ممکنه یکی خوششون بیاد یکی خوشش نیاد، ولی نظره. همونطور که من نظر دوستان رو میشنوم، ما دشمنی که نداریم، ممکنه اختلاف نظر داریم در مورد یه سری مسائل، هر روز هم همینطوره در زندگی ما. به هر حال این اینجوری میگذره، بنابراین زیاد نگران نباشید. ممکنه شما یه چیزی داشته باشید من خوشم بیاد، یه چیزی دیگه‌ای بگید ممکنه زیاد باب میل من نباشه، ولی دلیل نیستش که من بر علیه شما باشم یا شما بر علیه من باشید. اینی که من این شکلی هستم. به هر حال آن چیزی که خدمتتون می‌خواستم بگم در مورد مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا، صحبت‌های زیادی شنیدید ولی صحبت‌های من رو نشنیدید. من یک هفته قبل از سخنرانی آقای پامپیو زنگ زدم به کتابخانه رون ریگن در سیمی ولی کالیفرنیا، گفتم من یه ایرانی هستم میخوام بیام اونجا بلیت بخرم سخنرانی آقای پامپیو رو گوش کنم. گفتن که نمیشه. گفتم آخه گفتن 85 دلار تو رسانه های ایرانی. گفت نه نه نه، ببین شما اولا راه حلایی که میتونستی بری اینا اینه، میگه اولا که باید شما عضو رسمی کتابخانه رونالد ریگن باشی، یک. دوم حتی عضویت در این کتابخانه هم به تنهایی کافی نبود، حتما باید شما با دعوتنامه ویژه بیای اینجا، یعنی اونایی که عضو بودن در میان اونها یه سری آدم هایی پیشنهاد کردن و همه اینهایی که اونجا بودن چند صد نفری، فکر کنم نزدیک 1000 نفر، این خانم میگفت سولداد شده، اولا یک هفته جلوتر سولداد شده شد، نزدیک حالا نزدیک 1000 نفر آدم بودن، همه اینها هندپک بوده، یعنی با دعوتنامه ویژه اونجا بودن. میخواستم دوستان اینو بدونم. فقط با آقای مرتضی یه مدت برنامه فارسی نداشتی، اون وقتا یکی از چیزهای خوب شما این بود که تا انگلیسی میگفتی مترادف یا همردیف فارسیش هم میگفتی. سولد آوت دوستان یعنی بلیتا همه فروش رفته دیگه، چیزی جا نمونده، و هند پیک یعنی دستچین. بفرمایید. خرید بلیتو میخوام برم اونجا و اینا، نه از اون خبرها نبود، چون خودش به من رسما گفت، چون من میدونه که هر چی که میگم دوستا سنده. هرگز در تمام برنامه های رادیو تلویزیونی که من شرکت کردم یک بار نشده من حرفی بزنم که درست نباشه، چون همیشه با منبع حرف زدم. دوستایی که با من مخالفت میکردن نه به خاطر صحبت های من که درست نبوده، بارها گفته شده و همیشه میگفتن که اینها مقاله هایی جمع میکنه که انتخاب میکنه. خب همه ما همیشه روی انتخابامون صحبت میکنیم دیگه، اون چیزی که به نظر ما میک سنس میکنه، معنی میده، میای میگیم. به هر حال از این که بگذاریم، نتونستم برم و دوستام اونجا همه هند پیک بودن، اتفاقا یکی از دوستای خوب ما به نام جیسن رضاییان که یه سال نیم هم در زندان ایران بوده، زمانی آقای اوباما با اون نگوشیشن آزاد بوده، برای واشنگتن پست هم مطلب می نوشت، خودش رفته بود و در مقاله‌ای که پریروز توی واشنگتن پست نوشته بود می گفت من سخنرانی آقای پامپیو رو شنیدم و صحبت از ظلم و ستم مردم ایران و می خواست به اونا کمک کنه
که از فقر و فقر اقتصادی و بدبختی بیان بیرون، ولی نمیدونسته که این تحریمی که اینها بر علیه ایران درست کردن، اینها ضررش صرفاً برای آدمای معمولیه و آدمای سطح بالا و مقامات و فلان، اونها که مسئله نیست براشون، دسترسی به همه چی دارن، قدرت خرید دارن. این مردم عادیه که نمیتونن این تحریما را یعنی از تحریما دور بزنن، اونها آسیب میبینن. گفت من نمیدونم این چی جوری میتونه کمک کنه به مردم آسیب دیده ایران که تحریم. آقای مرتضوی خدا پدرتو بیامرز، چه به موقع. این حرف ما سالها داریم میزنیم که بچه های عراق و جنریشن و نسل جدیدشون یک اینچ قدشون کوتاه شد به خاطر سوء تغذیه. مردی که یه پدر سوخته، پسرای صدام حسین که گاراژشو برای 900 تا ماشین بخاری و نمیدونم کولر و ایناش که اون تکون نخورد، اسلحه طلاییش که تکون نخورد. خیلی ممنونم، خوشحالم که این آقای جیسون رضاییان، چون خیلی ها چیزایی که پشت سرش میگن گاهی وقتا با نوشته هاش و صحبت هاش 180 درجه فرق میکنه. خوشحالم که شما اینو گفتید. ضمناً آقای فرهاد زمانیان از ایران میپرسه که آقای سوربی، از آقای مرتضوی در مورد آمپول آواستین برای تزریق در شبکه برای بینایی بهتر بپرسید. من دلیلی که الان روی برنامه دارم میگم آقای زمانیان اینه که خب ممکنه یکی دیگه هم همین سوالو داشته باشه، ولی دوست عزیز سعی کنید از خود ایشون رو فیسبوک خصوصی سوال کنید تا ایشون هم بهتون جواب بده. بعد بهش بگید که آقای مرتضوی فکر نمی‌کنید اگه اینو توی برنامه‌ای برای عموم بگید کمک باشه. آقای فرخ نوشته که من به آقای ایران بومی مسیج فرستادم راجع به برادرانم در آلمان، مرسی. خب خیلی ممنون، ولی قرار نیست شما همه چی من رو در جریان بذارید. فرستادید ایشون هم تماس گرفت، ولی اگه یه چیزی هست جنبه عمومی داره ممکنه کیس برادران شما کمک کنه، اون وقت به آقای ایران بومی بگید که حالا که این کار انجام دادی چه بهتره که تو برنامه تلویزیون برای دوستان دیگه هم بگید. دوستان ما هنوز استفاده از وسائل عمومی، بارها این مثال رو زدم که الان آقای مرتضوی اینجا مهمون ما هست، داره رابط راجع به پمپاو صحبت میکنه، این دوستمون راجع به آمپول چشم صحبت میکنه، آقای شهرام ایران بومی اینجاست راجع به مشکلات ما ایرانیا که به خاطر قانون بلد نبودن، به خاطر خارجی بودن، به خاطر تبعیضات نژادی که اینجا هستیم. یه دفعه فرخ میگه من با آقای چیز صحبت کردم راجع به برادرانم. نمیدونم چرا ما ایران، یه مقدارش از عجول بودنمون هست، پیشن نیستیم، صبر و تحمل نداریم، و یه مقدارش هم میخوایم به دیگران هم بگیم، اینه چشکالی نداره، ولی از کانال درست بگیم. در صورت ممنون و متشکرم. فرختام تو برنامه هات راجع به آقای ایران بومی، راجع به برادرات صحبت کن. باز بریم سراغ آقای مرتضوی، بفرما. این برقراره برحال جیسون نزاریان میگه که در مورد آزادی زندانی های امریکایی در داخل ایران آقای پامپیو اشاره ای کرد، ولی راه حلی نداد که چجوری میخواد اونا را آزاد کنه. میگه من پشت صحنه هم رفتم با ایشون صحبت کردم، حالا اون یه بحث دیگری است، ولی از آن چیزی که شنیدم به نظر نمیرسه که کمکی باشه برای مردم فلک زده فقر، گرسنگی و بدبختی مردم ایران، چون این تحریم مستقیم به اونها فشار میاره نه به کسی. حرفای جیسون رضاییان رو در پنجشنبه 26 جولای 2018 بخونید، مقاله خیلی خوبی. و اما دیروز چهارشنبه، البته من اینو پنجشنبه پرمیم، دیروز چهارشنبه هم نیویورک تایم مقاله مفصلی داشت از تمام سخنرانی آقای پامپیو، همه اونها را نقد کرده بود، حرفایی که آقای پامپیو میگه اونایی که درست بود اونها را گفته بود، اونایی که نادرست بود اونها را هم گفته بود. گفته بود که بعضی حرفای آقای پامپیو نشون میده اطلاعاتش درست نیست. این نیویورک تایمز
چهارشنبه 25 دوستا بهش مراجعه بکنن، چون اتفاقا یکی امروز پنجشنبه 26 جولای یکی از خواننده های نیویورک تایم مطلبی نوشته در رابطه با اون مقاله، میگه که حرفای پامپیو صحبت از براندازی رژیم بوده، سخنرانی که در کتابخانه رونالد ریگن کرده، ولی میگه مثل اینکه ما یادمون رفته در سال 1953 دولت ایران را با کودتا انداختیم، دولت آقای مصدق، نام میبره از دکتر محمد مصدق، که مردم ایران او را از طریق آرای دموکراتیک انتخاب کرده بود، با کودتا انداختیمش بیرون، شاه آوردیم و نتیجه همونی که داریم الان میبینیم. چرا این یادمون رفته؟ این نظر یک خواننده امریکایی در نیویورک تایمز. از این که بگذریم، دوستایی که اونجا بودن، رفته بودن برای سخنرانیشون، بعضی از این افراد خود ما میشنویم، آقای پامپیو اتفاقا تو این سخنرانیهاش حرفایی زد که ما ایرانی ها همه اینا رو میدونستیم، به ویژه دزدی های بعضی از مقامات بالا. ایشون نام برده الان باز چند، حالا دو نمونهش که هدلاینش بوده، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و با آقای مسئولی یکی از وزرای دولت آقای احمدی نژاد. اتفاقا تلفظ آقای احمدی نژاد هم میگفتش که محمود عبدی نژاد، نشون میده که آقای پامپیو. بله، این پیام اول تموم شد. دیدید دوستان، با همین تلفنی که زنگ میزنه ما نیستیم بهتر میشه صحبت کنی، چون من دیگه نمیپرم وسط حرفش. ما گفته نماند که اینجا هم قطع میکنم باز میپرم، ولی لازمه. بفرم. ببخشید من قطع شدم، زیاد حرف زدم، ولی ادامه صحبتم چون مهم بود. صحبت های آقای پامپیو که صحبت از دزدی مقامات بالای ایران، اینا همه اینا رو ما میدونستیم، چون دو سال پیشونیم در ایران بودم، همه اینا رسما رسانه شده بود، تلگرام نوشته و روزنامه های داخل. منتها مشکل بدبختی ما در ایران که وقتی یکی دزدی میکنه همه میدونن، هیچ وقت دستگیر نمیشن، محاکمه نمیشن، واسه همینه تمام بدبختی اقتصادی ایران روی دزدی هاست، چون اگر دزدا رو نگیرید محاکمه نکنید، هرگز هیچ اتفاقی، هیچ تغییری در ایران به وجود نمیاد. این ساده است. در همین ماساچوست دو تا پلیس همین امروز هم اعلام شد اضافه کاری برای خودشون نوشته بودن، 14,000 دلار، زیاد هم نه، 14,000 دلار. FBI دستگیر کرد اینا را و الان هم میرن محاکمه. یعنی منظورم این که تا دزده دزدی در امریکا هم زیاده، ولی وقتی دستگیر میشن همونجا اخراج میشن، محاکمه میشن. واسه همین این کشور پیشرفت داره. به هر حال آقای پامپیو اینا رو گمه، اینا رو میدونستین، ولی یه چیزی گفت آقای پامپیو اونجا که من باهاش 100% موافقم. گفتش که دیگه واقعا طبیعی نیستش که بعد از 40 سال انقلاب هنوز در ایران داد میزنن مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل. حالا مرگ بر امریکا اوائل انقلاب آدم میشه فهمید، شما که ایران امریکایی ها رو جارو کردید، از ایران ریخت بیرون، هیچ ارتباطی ندارید، امریکا نمیتونه کاری بکنه، مرگ بر امریکا گفتن یک ابزار تبلیغاتی مفت مجانی میدید دست صهیونیست ها. وقتی میگه مرگ بر امریکا، آقای ترامپ هم بهش اشاره کرده، آقای پامپیو هم گفته، در میان طرفدارای اینها که خیلی هم آدمای ناسیونالیستن، نشنالیستن، میگن چرا مرگ به امریکا میگن، یعنی مردم امریکا، همه رو در نظر میگیره، یا پرچم امریکا رو در این مجلس شورای اسلامی میسوزدن، کار احمقانه بود از نظر من. پرچم امریکا به تمام مردم امریکا ارتباط داره، پرچم سوزوندن یعنی چی؟ شما اگر مخالفت دارید، حرفی دارید، حرف سیاسی بزنید، مخالفتتون اعلام کنید، اعلامیه بیرون بدید، رزولوشن بدید، نه که پرچم رو بسوزن، کار احمق، چون اون مستقیم با مردم امریکا. یعنی یه تبلیغایی که میگن آقا ایرانی ها از شما نفرت دارن، هر روز میگن مرگ بر امریکا، پرچم درست میسوزنن، که حرف بی‌معنیه.
در صورتی که چند هزار امریکایی که هر سال از ایران دیدن میکنه چقدر از ایرانی ها تعریف میکنن. همینطوری که امریکایی هایی که ایرانی هایی که در امریکا زندگی میکنن، من خودم یه نمونه از کتاب دمیستری آمریکا رو بخونید ببینید امریکایی ها برای کمک من چقدر با من همدل و همصدا و همفکر و از نظر به قول معروف حسی احساسی کمک کردن در تمام موارد. من پراداک همون کمک ها هستم. بنابراین مرگ بر امریکا برای یک کشور مثل ایران که 40 سال اینو میگن آخه کاری عوض نمی کنه. پس نشون میده که یک کسانی در داخل ایران هستن که میخوان ابزار تبلیغاتی دست صهیونیستا بدن و خوبم دارن. اگر هدفشون اینه موفقن. از من میپرسید این کار خوبیه؟ میگم نه، این کار بدیه 100%، کار احمقانه 100%. چون اونا رو قطع کنید، بپردازید به واقعیت ها، چه چیزی الان به ایران آسیب وارد میکنه. دزدی ها رو بگیرید. دوستان وقت من تموم شد، سپاسگزارم از وقت شما. خدا نگهدار. من ممنونم. در رابطه با این کتاب شما آقای پتیک کتاب خونده، یه جاهایی سطر به سطر توضیح میده، تحت تأثیر قرار گرفته. واقعا همین که شما گفتید که من محصول خوبی های این آمریکایی ها هستم، خوبی های مردم، خوبی های انسان. همین الان یکی از دوستان من از اسپانیا برام یه چیزی فرستاده، اینو بهتون نشون میدم، چون ما قبلا داشتیم راجع به هیتلر و چجوری هیتلر یه آدم هنرمند، یه آدم به اصطلاح نقاش، نه نقاشی که بره خونه‌های مردم رنگ بزنه، یعنی نقاشی که تصویر میکشه با اون روحیه، یه دفعه اینجوری شد. میگه دکتر ویکتور فرانکل از معدود کسانی بود که موفق شد از زندان آیشویتس در لهستان، معروف به قتلگاه آدم سوزی، زنده بیرون آید. او در نامه‌ای خطاب به معلمان سراسر جهان برای تمام تاریخ اینگونه می‌نویسد: چشمان من چیزهایی دیده است که چشم هیچ انسانی نباید ببیند. من اتاقهای گازی را دیدم که توسط بهترین مهندسین طراحی می‌شدند. من پزشکان ماهری را دیدم که کودکانی معصوم و بیگناه را به راحتی مسموم می‌کردند. من پرستاران کاربلد را دیدم که انسانها را با تزریق یک آمپول به قتل می رساندن. من فارغ التحصیلان دانشگاهی را دیدم که می توانستند انسان دیگری را در آتش بسوزانند و مجموع این دلایل مرا به آموزش مشکوک کرد. از شما تقاضا می کنم که تلاش کنید قبل از تربیت دانش آموزانتان به عنوان یک دکتر یا یک مهندس، از آنها یک انسان بسازید. تا روزی تبدیل به جانوران روانی دانشمند نشوند. پزشک یا مهندس شدن کار چندان دشواری نیست و هر کسی میتواند با چند سال تلاش به آن برسد. اما به دانش آموزان خود بیاموزید که بهترین و بزرگترین ثروت هر کدام از آنها انسانیت است که با هیچ مدرک تحصیلی در جهان قابل مقایسه نیست. ممنون و متشکرم از دوستی که این رو فرستاد. آقای خوشنودی خوش آمدی، میگه اینجا به معنی که به یک آمریکایی میگم ایرانی هستم، بلافاصله باید توضیح بدم که این حرکات شعارهای ضد آمریکایی کار رژیم و نمایش است و مردم ایران اتفاقا مردم دوباره نوشتی ایران اشتباه نوشتی اتفاقا مردم آمریکا رو دوست دارن و اتفاقا دید خوبی با آمریکا دارن. چقدر اتفاقا میکنی. در هر صورت خانم ایوان پری، خانم حوریه از من تشکر کرد، خیلی خوشحاله که بالاخره یه تلویزیون ایرانی آمده راجع به این جوان صحبت کرده. بیشتر تشکر کرد که من با وجودی که ایشون رو نمیشناسم، در مقابل دوستی که سالها میشناسم وایسادم، دفاع کردم. من دعوتش کردم هفته آینده در برنامه ما باشه و شما هم یه تماس بهش بگیرید، بگید که ما هم خوشحالیم که شما در تلویزیون مردم هستید. فرخ که به غیر از اینکه هنرمنده، یک جنبه طنز و به اصطلاح شوخی هم داره، همیشه گفته‌هاش
خالی از شادی نیست، نوشته که من فکر کردم شاید در برنامه صحبت بکنن. ساری باید در میگه من رواجه به آقای دکتر شهرام ایران بومی و برادرام نوشتم، فکر کردم ایشون در اون مورد صحبت میکنه و دیگه کمتر بزن، من کتک خوریم پر شده. نه من نمیزنم، من میدونی من چون اتفاقا به دوستان بیشتر حمله میکنم تا حمله نه به ببین آقا فرخ یه سوال خوب، چون شما بچه داری خانواده داری، شما تو خیابون اگه یه بچه فریاد میزنه جیغ بی خود میزنه که چیزی بهش نمیگی، غریب است دیگه، ولی بچه خودت اگه جیغ بی خود میزنه بهش میگی بابا این کار نکن، کار زشتیه. من به دوستان بیشتر میگم. سالها پیش یه دوستی که اونم اتفاقا همین مثل شما دوست آذری زبان ما بود و اینها، و من با این خیلی رابطه نزدیک داشتم، فامیلی، بچه هامون هم سن و سال بودن اینها، یه شب مهمونی بود خونه من، بعد ما اون موقع چون اومده بودیم آمریکا، آمریکایی‌ها آبجو سرد دوست دارن، آبجو رو توی یخچال که میذاری لیوانش هم باید تو فریزر بذاری، اومدیم بعد دیدیم تعداد لیوانایی که ما داریم از تعداد مهمونایی که داریم کمتره، مثلا لیوانای یخ زده. خب من به این دوستم که هر وقت میومد با من ما مشروب خودمون رو آبجو خودمون رو تو لیوان سرد میخوردیم، اون شب به این لیوان یخ ندادم. آقا این فردا از من گله که مگه من بی دعوت اومده بودم؟ من فکر کردم من نزدیکترین دوستتم. گفتم اتفاقا چون نزدیکترین دوستم بودی، اگر من مثلا 20 تا مهمون دارم 40 تا کتلت دارم، قرار هر کسی 2 تا بخوره، یواش میام به تو میگم آقای ایکس کتلت کم نخور، نمیرم به غریبه بگم که. البته حالا دیگه قانع شد یا نشد نمیدونم، فقط در آمریکا این لیوان ها وجود داره. کاملا درست میگید خانم بهیه جیلانی، ممنونم. من 2 سال تو آلمان بودم، اونجا یاد گرفتم که آبجو رو شما مثل شراب باید روم تمپریچر با درجه حرارت بیرون، دلیلش اینه که بدن شما همیشه مثلا 37 درجه است، اگر امروز اونجا 30 درجه هست شما وقتی میخوری خود به خود خنک‌تر از بدنتونه، ولی وقتی میکنیش صفر نزدیک به یخ زدن وقتی میخوری میچایی. اصلا اون چیزی رو که چاینیزا هیچ وقت این اشتباه رو نمیکنن، با خوراکشون آب یخ نمیخورن، معمولا چایی میخورن ولرم یا به قول شیرازی ها ملو. من داشتم دیگه ندارم. فامیلی فرخ میگه خیلی گله نکن، بالاخره همین فامیلی هم که هستن حالا قدرشونو بدون، صحبت کن تو برنامه‌هات اگه خواستی، اون برنامه‌هات هم از تلویزیون مردم و از فیسبوک ما میتونی خیلی ارزون تبلیغ کنی، و اینم باز شما چون دوستم هستی، مثلا گفته بودم قبلا 10 دلار اگه کسی بخواد، من برنامه آقای انصاری رو میره این ور اونور مصاحبه میکنه، 10 دلار میفرسته، لینکشو میفرسته، ما میذاریم. دلیلش اینه که ما دیگه از کار کردن مجانی برای این اون باید به اصطلاح هم ما انجام ندیم هم اونها به ما نگن آقا اینو لطفاً بذار اونجا. گفتم ما یه دوستی داشتیم تو این شهر، هر کاری میکردیم هی میگه آقا خدا عوضت بده. گفتم بابا شما اگه به خدا و توانایش انقدر باور داری دفعه دیگه به اون زنگ بزن، چرا به من زنگ میزنی؟ خدا که باید تک سپورت همه باشه. بریم برنامه آقای ارشاد رو ببینیم. من میخواستم امروز نامه ها رو بخونم، نمیشه، هر کاری میکنیم نمیشه. پتیک میگه که این فیسبوک تو رو سلو داون میکنه و تو رو از اون کاغذات و نامهات و نوشتهات و اینها دور میکنه. بله خانم جیلانی میگه ولی خوشمزه ترین آبجو را در یک بار سیاه‌پوستا در نزدیکی سان فرانسیسکو در یک لیوان یخی و به رنگ سفید خوردم که دیگر هرگز از آن نخوردم. دفعه دیگه که اومدید اینجا خانم جیلانی، من از این ماگا اینجا به این لیوانای اینجوری که چه میگن ماگ میذارم تو فریزر و آبجوم آبجو بلکنتن بهتون میدم. بذارید ببینم اینجام یه عکسی دارم، آبجوی هست که 200 سال توی آمریکا دارن میسازن. البته الان به خاطر اینکه از ترامپ حمایت کرد مردم تحریم کردن و نمیخورن و ضرر بزرگی کرد. راجع به نادانی و شالاتانی ترامپ همین بس که آمد این تعرفه ها رو گذاشت، الان گوشت
رو دست مزرعه دارا به اصطلاح مونده، الان سویبیم و اینها مونده که الان که داره میره این وسط آمریکا. میدونید این ور آمریکا اینایی هن که برای درس خوندن اومدن، اون ور آمریکا اونایی هن که پولدارن برای هنر و فیلم و رقاصی و اینها اومدن. وسط آمریکا هستن که مردم کارگر هستن، شرکت های ماشین سازیه. وسط آمریکاست که گاوداریه، وسط آمریکاست که مزرعه است. و ترامپ تونست با ساده صحبت کردن، که هیتلر هم درباره ساده صحبت کردن صحبت میکنه، تونست اینا رو گول بزنه، کلک بزنه. و این بدبختا الان اولین کسایی هستن که دارن ضرر میدن. و من بارها گفتم من تعجب میکنم ایرانیانی که در شرق آمریکا هستن، تحصیل کرده هستن، با سواد هستن، بعد از ماجرای خمینی چرا حالا گول ترامپ خوردن. ایرانیایی که پولدار هستن در غرب آمریکا هستن، بعد از این ماجرای خمینی و ماجرای نمیدونم کلکای آخونده و اینا، چرا حالا گول ترامپ خوردن؟ تا امروز کسی از طرفدارای ترامپ حاضر نشده بیاد اینجا صحبت کنه. دلیلش هم اینی که خودشون هم باور ندارن که آیا فردا به این باور دارن یا نه. حتی وکیلش هم ول کرد، آمده صد و خورده نوار در اختیار اف بی آی گذاشت. بعد پریروز گفت که این ترامپ که میگه من خبر نداشتم از روسیه و اینها، دروغ میگه. و اگر وکیل دروغ بگه دادگاهی میشه، زندانی میشه. ولی اگر دروغ نگه، امکان این که ترامپ ایمپیچ بشه، یعنی بیارنش توی مجلس و استیضاح کنن و این به اصطلاح خورجینشو بندازن رو سرش، بگن برو گم شو، هست. حالا ببینیم چه خواهد شد. از این که با تلویزیون مردم بودید ممنون و متشکرم. دوستانتون رو هم معرفی کنید، بتون تلویزیون مردم رو به اونا معرفی کنید. یا برنامه ما دوشنبه شاید نباشم، شاید در سفر باشم و دوستان از کانون آوا یا ویدیو ارسال میکنن یا به یه وسیله دیگه اون برنامه رو ساعت 12 براتون پخش میکنیم. خود منم اگه یه جایی بودم، فرصتی پیش اومد، تونستم که یه برنامه‌ای حالا زنده هم نشد نیمه جان، باز هستم. ولی شما 50-50 فکر کنی ماجراش حتما میدونی. یه آدم بی پولی گفت من میخوام برم دختر پادشاه رو بگیرم. دوستش بهش گفت آخه تو مرد حسابی، میخوای بری دختر پادشاه؟ گفت آقا اینقدر ناامید نباش، 50% درست شده. گفت چجوری؟ گفت خب من که راضیم، 50% دیگهش منتظر اونا هستن. پس برنامه دوشنبه هم 50-50. روز و روزگار بر شما خوش. آخر هفته است، مشروب کم بخورید، سعی کنید یه مقداری از پول مشروب رو کمک کنید به اونایی که احتیاج دارن، بینوایان. و ما رو هم جزو به اصطلاح نه بینوایان، بینوا نیستیم، الحمدلله کار میکنیم، خرجمون در میاد. ولی وقتی شما کمک کنید، حمایت کنید، خوشحال میشیم. ممنون و متشکر. حمایت فراموش نشود. مرسی.